به نظر میاد که الان همه چی امنه، من میتونم وارد وبسایت بانکم بشم. این هفته در کلیک آزمایشی خواهیم داشت درباره تبهکاری اینترنتی و دزدی شماره‌های بانکی و کارت‌های اعتباری و گذرواژه‌ها. هر دو قسمت برنامه راجع به این موضوعه. علاوه اخبار فناوری رو خواهیم داشت و وبنورد رو با بیتا حجازی. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. ببینم، شما فکر نمی‌کنید که انجام کارهای بانکی به صورت آنلاین یه خورده سخت‌تر شده؟ اخیراً بجز شناسه و گذرواژه برای ورود به حساب بانکی به انواع اقسام رمز و دانگل و توکن و کلی دم دستگاه دیگه نیازمندیم. در بخش اول گزارش‌های امروز مهناز فرهمند از دشواری‌های بانکداری الکترونیک میگه. در چند سال اخیر جرایم اینترنتی و نرم‌افزارهای مخرب بیش از اینکه برای آسیب رسوندن به کامپیوتر افراد طراحی شده باشند، دنبال دزدیدن اطلاعات حساب بانکی و کارت‌های اعتباری بودند. و این معضلیه که سالی 1 میلیارد دلار خرج رو دست بانک‌های آمریکا گذاشته. از جمله این بدافزارها کیلاگرها هستند که دگمه‌هایی که روی کیبوردتون می‌زنین رو ثبت می‌کنن و اطلاعات محرمانه از جمله پسورداتون رو پیدا می‌کنن و به سازنده‌شون می‌فرستن. البته کیلاگرها رو به راحتی میشه گمراه کرد. کاری که جدیداً بانک‌ها انجام میدن اینه که هر دفعه می‌خواین وارد حسابتون بشین، تنها بخش‌هایی از پسورد رو می‌پرسن و حتی نیازی به استفاده از کیبورد هم ندارین. این هم یه نوع دیگه است. ایمیل هایی که ادعا میکنن از طرف بانکتون هستن، ولی لینکی که دادن شما رو میفرسته به یه وبسایت قلابی که کاملا شبیه سایت بانکتون طراحی شده و اطلاعاتی که توش وارد میکنین مستقیما میره به این باکس دزدان اینترنتی. برای مقابله با این مشکل هم بانک ها مراحلی در لاگین کردن گذاشتن که بتونین بفهمین در وبسایت واقعی هستین یا قلابی. یه تصویر با کلمه‌ای که قبلاً شما انتخاب کردین رو نشونتون میدن، چیزی که سایت قلابی از وجودش بیخبره. بعضی از بانک‌ها هم این دستگاه‌ها رو به مشتریاشون میدن. برای اینکه بتونین وارد حساب آنلاینتون بشین، باید کارت بانکیتون رو وارد دستگاه بکنید، کد رمز رو بزنید و دستگاه هر دفعه یه رقم تصادفی بهتون میده که میتونین وارد سایت بانک بکنید تا لاگین بشین. یه نوع دیگه‌اش هم این دستگاه‌ها هستن که دقیقاً به همین ترتیب کار می‌کنن، فقط نیاز به کارت بانکی ندارن. برای اینکه بدونین دلیل این همه دردسر برای وارد شدن به حساب آنلاینتون چیه، باید یک نوع خطر پیچیده‌تر و جدی‌تر رو براتون توضیح بدم. بدافزاری که خیلی از دزدی‌های بزرگ آنلاین توسط اون انجام شده. به شکل کاملاً هوشمندانه پول رو از حساب کاربر به حساب صاحبش می‌ریزه. برای همین اسمشو بدافزار مالی گذاشتن. توی کامپیوتری که آلودش کرده پنهانی زندگی میکنه تا وقتی که وارد سایت بانکتون بشین. اون موقع چیزایی که میبینین رو دستکاری میکنه. این دوتا کامپیوتر رو ببینین، هر دو وارد وبسایت یه بانک شدن، ولی چیزی که روی صفحه هاشون دیده میشه با هم فرق داره. اونی که به بدافزار آلوده نیست فقط نام کاربری رو میپرسه، اما اون یکی که آلوده شده پسورد و کد رمز کارت بانکیتون رو هم میخواد. و موضوع فقط این یه بانک نیست. همونطور که میبینین این بدافزار میتونه برای سایت هر بانکی طراحی بشه و اطلاعات اضافی رو از کاربر یا همون مشتری بانک بخواد. این نوع بدافزار با شکل‌ها و نام‌های مختلفی مثل اسپایا یا کاربر وجود داره، ولی یکی از شناخته شده ترین هاش اسمش زئوسه. شما زئوس رو نمیبینین. شما فکر میکنین دارین با بانکتون تعامل میکنین، در حالی که در واقع دارین با زئوس حرف میزنین و این زئوسه که با بانکتون در تماسه. شما فکر میکنین دارین یه معامله آنلاین انجام میدین، ولی زئوس شما رو گول زده و اطلاعاتتون رو دزدیده و به جای شما میره تو حساب بانکیتون و هر معامله‌ای که دوست داشت انجام میده. اما تصویری به شما نشون میده که فکر میکنین همه چی سر جاشه. بدافزارهای مالی روز به روز هوشمندتر میشن.
نسل اولشون فقط صفحه لاگین رو دستکاری میکردن و اطلاعات محرمانتون رو از این طریق میگرفتن. ولی نسخه های جدیدتر به روش خلاقانه تری میتونن هر صفحهی وارد میشین رو به یه شکل دیگه نشونتون بدن. برای مثال صبر میکنن تا پولی به جایی واریز کنید. وقتی دگمه تایید نهایی رو زدین، رقمی که واریز کردین رو عوض میکنن و شماره حسابی هم که بهش واریز میشه رو به حساب صاحبشون یعنی آقای دزد تغییر میدن. اما چیزی که در صورت حسابتون میبینین همونیه که خودتون وارد کرده بودین. برای همین اصلا به چیزی مشکوک نمیشین. اخیراً کد منبع زئوس روی اینترنت منتشر شده تا تحلیلگرها بتونن طراحی پیچیده‌اش رو بررسی کنن و راه حلی پیدا کنن. اما چطوری این نوع بدافزارها به راحتی آنتی ویروسی که روی کامپیوترمون نصب کردیم رو دور میزنن؟ یکی از دلایلی که این بدافزارها حسابی تو کار خودشون موفقن اینه که طوری طراحی شدن که نرم افزار امنیتی توی دستگاهتون نتونه به راحتی اونا رو تشخیص بده یا ردیابیشون کنه. نرم افزار امنیتی روی کامپیوترتون دقیقاً مثل گارد امنیتی توی فروشگاه میمونه. اول دنبال چهره هایی که مشکوکن یا توی لیست سیاهن میگرده. بعد منتظر میشه تا چهره مشکوک رفتار مشکوکی ازش سر بزنه. و اگر در هیچ کدوم از اینا موفق نبود، موقع در رفتن مچشو میگیره و چیزایی که دزدیده رو ازش پس میگیره. اما بدافزارهای مالی امروزی مثل زئوس میتونن همه اینها رو دور بزنن. زئوس میتونه خودش رو در لباس مبدل پنهان کنه. در واقع میتونه چندین هزار بار در روز چهرهش رو تغییر بده. این چهره شاید عجیب باشه، ولی هیچ شباهتی به آدم توی لیست تحت تعقیب نداره. همینطور خیلی زیرکانه و محتاط عمل میکنه تا مشکوک به نظر نیاد و توجه جلب نکنه. از همه مهمتر، وقتی میخواد اطلاعات رو بدزده و قاچاقی ببره، از یکی دیگه یعنی براوزر یا مرورگرتون به عنوان ابزار استفاده میکنه. به این نوع حمله میگم فرد پنهان در مرورگر یا man in the browser. در واقع بدافزار داخل مرورگرتون هستش و بین شما و وبسایت قرار میگیره و چیزهایی که میبینین یا اطلاعاتی که وارد میکنید رو دستکاری میکنه. هر بار که نسخه جدیدی از زئوس به بازار میاد، روزها و گاهی هفته‌ها طول میکشه تا شرکت‌های تولید نرم‌افزارهای امنیتی بتونن ردش رو بگیرن و شناساییش کنن. و تا زمانی که بدافزار شناسایی بشه، تنها شانس میتونه فقط این باشه که نرم افزار امنیتیتون از راه های دیگه بتونه جلوشو بگیره. و این مرد، کریس پیکارد، عقیده داره نرم افزارهای امنیتی موجود خوب کارشون رو انجام نمیدن. اون کارش اینه که کارکرد نرم افزارهای امنیتی رو تست میکنه. و اینجا داره بررسی میکنه که کدوم یکی از نرم افزارهای امنیتی شناخته شده میتونن این مرد پنهان در مرورگر رو شناسایی کنن. برای این کار سفارش دادیم یه بدافزار این شکلی طراحی کنن. اسمش رو گذاشتیم تست تول. و خب قاعدتاً چون تازه از تنور در اومده، هنوز تو لیست سیاه هیچ نرم افزار امنیتی نیست. برای اینکه آزمایش عادلانه باشه، دو تا شاهد هم از یه لابراتوار تست بدافزارها آوردیم. دانیل برت و دیوید اویلا. بررسی کردیم که آیا هیچ یک از این برنامه‌های امنیتی بدافزار ما رو شناسایی می‌کنن و جلوی دزدیده شدن اطلاعات حساب بانکیمون رو می‌گیرن یا نه. این یکی خوب عمل کرد و هشدار داد که داره اتفاقات مشکوکی می‌افته. اما این شکست خورد. وقتی بدافزار شروع به کار کرد هیچ هشداری نداد. حتی موقع وارد کردن اطلاعات هم اتفاقی نیفتاد و بدافزار تونست به راحتی نام کاربری و رمز عبور رو بدزده و به این کامپیوتری که اینجاست بفرسته. موضوع نگران کننده این بود که در این آزمایش اکثر نرم افزارها شکست خوردن. فقط تعداد کمیشون موقع خطر هشدار دادن یا جلوی دزدیده شدن اطلاعات رو گرفتن. با این حال کارشناس ما عقیده داشت این نرم افزارها همچنان مهمترین راه حفظ امنیت دستگاهتون هستند. این بدافزار خیلی دقیق و متمرکز عمل میکنه و بسیار پیشرفته است.
مخصوص کارهای بانکی طراحی شده و چون آنتی ویروس های معمولی برای حفاظت کامپیوتر در مقابل طیف وسیعی از بدافزار و ویروس طراحی شدن، ممکنه در این یه زمینه خیلی خوب عمل نکنه. ولی این به این معنی نیست که آنتی ویروس ها کلا به درد نمیخورن. یه سری نرم افزارهای امنیتی هستند که مخصوص حفاظت سیستم در مقابل بدافزارهای مالی طراحی شدن. بنابراین امن‌ترین راه اینه که به غیر از آنتی ویروس معمولی یکی از اونها هم داشته باشین. در کنار اون همیشه به توصیه‌های بانکتون گوش کنین و همیشه محتاط و مراقب باشین. خیلی از سازنده های نرم افزارهای امنیتی از این آزمایش ما انتقاد کردند و گفتن محصولشون رو فقط در زمینه بدافزارهای مالی تست کردیم و این دلیل نمیشه که کلن محصول خوب نباشه. اونا عقیده داشتن درست محصولشون در ابتدای امر بدافزار رو نشناخته، ولی این قابلیت رو داره که به مرور زمان ایمیل ها و سایت های مشکوک رو شناسایی کنه و جلوشون رو بگیره. البته این نکته رو یادآوری بکنم که اگر تنظیمات برنامه امنیتی روی کامپیوترتون روی حالت ماکسیموم باشه، میتونه جلوی راه خیلی از این بدافزارها رو سد کنه. اما مشکل اینه که در اون حالت به خیلی از برنامه‌های بی‌خطر هم مدام گیر میده و جلوشون رو میگیره. و یک شرکت هم اعتراف کرد که اگر این بدافزار از منبع مشکوکی نیاد و با وبسایت‌های هم در تعامل باشه که در لیست سیاه نیستن، میتونه به راحتی کارشو بکنه و تا کاملا شناخته نشه هیچ نرم افزار امنیتی حریفش نخواهد بود. اما فقط نرم افزارهای حفظ امنیت کامپیوتر نیستن که کارشون مقابله با دزدان اینترنتیه. در بخش بعدی برنامه میبینیم که بانک‌ها هم وارد جنگ رو در رو با زئوس شدن. همینطور بهتون یاد میدیم چطوری بفهمین سیستمتون به زئوس آلوده شده. در بخش دوم گزارش موضوع رو بیشتر براتون باز میکنیم. اما الان بریم سراغ اخبار فناوری. سامسونگ الکترونیکس گفته که برای افزایش بازدهی تجاری در کارش در این فکره که خط تولید پنل LCD خودش رو به مزایده بذاره و به شرکت‌های دیگه واگذار کنه. این تصمیم ظاهراً از اونجا ناشی میشه که سال گذشته میلادی به دلیل کاهش تقاضا در بازار، میزان فروش این واحد تولیدی به عنوان بخشی از مجموعه عظیم سامسونگ بیش از 10% کاهش داشته. البته به جز سامسونگ، LG و سونی هم با همین معضل کاهش فروش و سود مواجه شدن. به عقیده تحلیلگران، دلیل این کاهش سود علاوه بر کاهش تقاضا، ورود تولید کننده های چینی به عرصه تولید پنل های LCD هم هست. اونجا که سامسونگ الکترونیکس گفته در نظر داره تمام تمرکزش رو روی تکنولوژی جدیدتر OLED قرار بده. در حال حاضر از این تکنولوژی عمدتاً در گوشی‌های موبایل استفاده میشه. شرکت چینی پروویو از مقامات گمرک چین درخواست کرده که جلوی ورود آیپد به چین و همچنین صادرات آیپد رو از این کشور بگیره. اگر با درخواست این شرکت موافقت بشه، تأثیر بسزایی در فروش جهانی این محصول میذاره، چرا که عمده مراحل تولید آیپد در چین انجام میشه. دلیل این درخواست هم مرتبط با یه مشاجره طولانی بین پروویو و اپل بر سر نام آیپد بوده. ظاهراً نام آیپد برای اولین بار توسط پروویو ثبت شده و اپل برای استفاده از این نام در سطح جهانی با پروویو دست به معامله ای زده. منتها الان پروویو میخواد که داخل چین و هنگ کنگ نام آیپد رو برای خودش داشته باشه. و خبر آخر این که انگری بردز اینجا، انگری بردز اونجا، انگری بردز همه جا. چون که این گیم پرطرفدار رو حالا میتونین توی فیسبوک هم داشته باشین. تا این لحظه Angry Birds 700 میلیون نسخه موبایلیش دانلود شده و مدت هاست در فهرست گیم های محبوب جزو اولین هاست. این گیم چندی پیش به عنوان یک اپ تحت مرورگر یا براوزر بیست برای گوگل کروم ارائه شد. و حالا برای اینکه کاربرا بتونن امکانات اجتماعی بیشتری داشته باشن و با جمع دوستان دور هم بازیش کنن، به عنوان یک گیم فیسبوکی هم در دسترسه. با این حساب احتمالاً تعداد Angry Birds بازها از 1 میلیارد هم بیشتر خواهد شد. اینم از اخبار فناوری. حالا بریم سراغ بخش دوم گزارش تا ببینیم که وضعیت امنیتی مال اموالمون خلاصه چی میشه تو بانک‌ها. نرم افزارهای مخرب و خطرناکی که مخصوص دزدی از حساب بانکی شما طراحی شدن. دقیقاً جلوی چشمتون پولاتونو میبرن. اونقدر خطرناکن که خود بانک‌ها ناگزیر شدن برن به جنگ مرد پنهان در مرورگر.
و همه این مشکلات ما رو برمیگردونه به این دستگاه‌های کوچولو. درسته که مدام باید همه جا همراهمون باشن و روند لاگین کردنمون رو طولانی‌تر و پیچیده‌تر می‌کنن، ولی فعلا یکی از موثرترین راه‌های جلوگیری از افتادن به دام دزدان سایبری همینا هستن. موقع لاگین کردن یا انجام هر پرداخت آنلاین، این دستگاه ها کدهای تصادفی بهتون میدن. بنابراین وقتی بدافزاری مثل زئوس در پشت صحنه شماره حساب و مبلغ رو عوض میکنه، سایت بانک یک کد جدید ازش میخواد که چون اون دستگاه رو نداره نمیتونه کدی بده. در آمریکا برنامه ریزی کردن که برای آنلاین بانکینگ از این هم امنیت بیشتری ایجاد کنن. یکیش اینه که موبایل مشتری برای بررسی و تایید معامله ها استفاده بشه. مثلا وقتی میخواین آنلاین به حسابی پول بریزین، موبایلتون زنگ میزنه و مشخصات معامله رو اطلاع میده. اون موقع اگر کس دیگه وارد حسابتون شده باشه فوری میفهمین. و برای اطمینان ازتون میخواد کدی روی موبایل وارد کنین که مشخصات معامله رو تایید میکنه. در کنار همه این تدابیر امنیتی علنی، در پشت صحنه هم بانک‌ها روش‌های دیگه‌ای به کار می‌برند. احتمالاً دیدین که چند وقت یک بار ظاهر سایت بانکتون عوض میشه. ما در واقع برای مقابله با زئوس این کار رو می‌کنیم. زئوس بر اساس ظاهر و طراحی سایت بانک کار میکنه. وقتی ما شکل سایت رو عوض میکنیم تو کارش اختلال ایجاد میکنیم و سازندش مجبور میشه برای طراحی جدید سایت آپدیتش کنه. شورای نظارت بر پرداختهای بانکهای بریتانیا هم میگه که شناخت رفتار نرمال مشتری در این امر خیلی حیاتیه. بانک‌ها یه سری تدابیر امنیتی دارن که موقعی که کاربر در حال کار کردن با حساب بانکشه، در پشت صحنه کار می‌کنن. ما یه نرم‌افزار هوشمند داریم که تقلب و دزدی رو ردیابی می‌کنه. به این صورت کار می‌کنه که رفتار معمول مشتری رو وقتی آنلاینه زیر نظر می‌گیره و ثبت می‌کنه. هر اتفاقی افتاد که با رفتار مشتری مطابقت نداشت و غیر معمولی به نظر اومد، نرم‌افزار هشدار می‌ده. حالا این رفتار غیرعادی میتونه یه شماره حساب یا مبلغ عجیب باشه که مشتری معمولاً استفاده نمی‌کنه. یکی از کارهایی که دزدان انجام میدن اینه که وقتی اطلاعات رو به دست آوردن، اول یه مبلغ کوچیک به حساب یه شرکت دولتی یا یه خیریه می‌ریزن تا مطمئن شن اطلاعاتی که دارن درسته. این یکی از رفتارهایی که نرم‌افزار امنیتی ما فوراً تشخیص میده و گزارشش می‌کنه. اینها جدیدترین متدهایی که بانک‌ها به عنوان سلاح در این موش و گربه بازی با دزدان اینترنتی به کار می‌گیرن. با این حال هنوز گزارش‌ها حاکی از اینن که این بدافزارها میتونن قبل از اینکه کسی مشکوک شه میزان قابل توجهی پول از حسابتون بدزدن. نسخه‌های جدید زئوس طوری طراحی شدن که میتونن خیلی از این مراحل اضافه شده به لاگین کردن رو هم دور بزنن. مثلا میتونن یه جوری گولتون بزنن و شماره موبایلتون رو به دست بیارن. بعد لینکی به گوشیتون میفرستن که گوشیتون رو به ورژن موبایلی زئوس آلوده میکنه. این یکی هم گولتون میزنه که از دستگاهتون یه کد بهش بدین تا بتونه باهاش پول از حساب برداره. وقتی که لاگین کردین یه پیغام میاد که میگه میخواد سیستم جدید امنیتی سایت بانک رو بهتون آموزش بده. بعد در بخشی از این به اصطلاح آموزش میخواد که با استفاده از کدی که روی دستگاه یا موبایل دریافت کردین به یه حساب فرضی پولی بریزین. و این معامله نه تنها فرضی و به قصد آموزش نیست، بلکه کاملا واقعیه. اما نترسین، نکاتی براتون جمع‌آوری کردم که بتونین پیش از بدام افتادن خطر رو حس کنین. اگر ریختن پول به حسابی بیش از حد معمول طول کشید، احتمالاً توی سایت اصلی بانک نیستین. اگر اطلاعاتی که ازتون خواسته شد بیش از حد معمول بود، مثلا پسورد کامل ازتون خواست در حالی که قبلا فقط یه بخشهایشو میخواست، احتمال میره که سیستمتون آلوده شده باشه. به محض اینکه احساس کردین اشکالی تو کاره با بانکتون تماس بگیرین. بهشون زمانهایی که در حساب آنلاینتون بودین رو بگین و اگر اونا بررسی کردن و دیدن زمانها با هم نمیخونه، به احتمال زیاد کامپیوترتون گرفتار این بدافزار شده. مهناز فرهمند بود. چه دنیایی شده دیگه، هیچ کس و هیچ چیز از دست این تبهکاران مجازی در امان نیست. هر لحظه ممکنه جیبمون رو خالی کنن.
اما بریم سراغ یک دنیای مجازی شیرین‌تر، بریم سراغ وب نورد با بیتا اجازی. اینترنت حد و مرز نمیشناسه. اگر با کسی توی شبکه‌های اجتماعی آشنا بشین، ممکن از خونه بغلیتون باشه، ممکن هم اصلاً از یه قاره دوردست اون سر دنیا باشه. حالا اگر اون شبکه اجتماعی توییتر باشه، با تویپس مپ میتونین ببینین فالوورهاتون اهل کجان. فقط از اکانتتون بهش وصل بشید و نتیجه رو ببینین. خودش یه راه خوب برای شروع یه مکالمه است. البته اگه تعداد دنبال کننده هاتون توی توییتر خیلی زیاد باشه، نتیجه کار خیلی جالب از آب در نمیاد، چون واسط نرم افزاری یا توییتر API طوریه که بهتون در حد محدودی اجازه میده درخواست بهش بدین. نتیجه رو هم توی یه نقشه میبینید و هم توی یه لیست. اگه اینا کافی نیستن، یه نمودارم براتون موجوده. حتی میتونید توی ایپس مپ دنبال کننده هاتون هم چک کنید و نتیجه رو باهاشون به اشتراک بذارید که خودش یه راه خوب برای معرفی سایت بهشونه. اما حواستون باشه، اگر ازش استفاده نابجا کنید ممکنه بلاک بشید. اما یکی از خاصیت‌های توییتر اینه که خیلی ها این روزا اخبار گوشه و کنار دنیا رو توش دنبال میکنن. کافی یه گوشه دنیا یه اتفاق بیفته و ما میتونیم با دنبال کردن توییت‌های ساکنای اون منطقه جریان رو پیگیری کنیم. سایت ترندز مپ پیدا کردن توییت، عکس و ویدیوهای مربوط به جریانات خاص رو از همیشه آسان‌تر کرده. محل مورد نظر رو به موتور جستجو بدین و میتونید روی نقشه اون محل برچسب یا تگای مربوطه رو ببینین. با کلیک روی هر برچسب میتونید به جزئیاتش دسترسی پیدا کنین. یکی از کمبودهای سایت اینه که فعلا توییتاش رو فقط از زبان انگلیسی میگیره، ولی قرار زبانهای دیگه هم بهش اضافه بشن. در ضمن در حال حاضر همه شهرها و کشورها رو پوشش نمیده، البته تهران و ایران و چرا. اما چیزی که برای من از همه جذاب ترش میکنه اینه که با وجود ترندز مپ انگار توی یه اتاق خبری کار میکنین و میتونین اتفاقات رو از گوشه و کنار دنیا در لحظه شکار کنین. کوچیکی و بزرگی هشتگا روی نقشه نشون دهنده اهمیت موضوعه و بر اساس تازگیشون پررنگ تر میشن. بنابراین شما با یه نقشه زنده پر از توییت و عکس و ویدیو روبرو هستین که دائما هم بروز میشه. تا حالا شده سوال مهمی داشته باشین یا با همه وجود بخواین یه چیز رو بدونین ولی نه کسی باشه که ازش بپرسین، نه تو اینترنت بتونین جوابتون رو اونطور که دلتون میخواد پیدا کنین؟ quora.com اون راهنماییه که دنبالشید. یه جای خیلی خوب برای خوندن نظریه ها و ایده های مختلف که توسط همه شهروندان دهکده جهانی وب وارد این وبسایت میشه. مثل ویکی‌پدیا همه صفحاتش قابل ادیت شدنن و هر کسی میتونه این کارو انجام بده. هدف اینه که به اطلاعات مربوط به موضوعات مطرح شده در طول زمان اضافه بشه. و به جای اینکه مسائل رو از یه جنبه کلی بررسی کنه، اونا رو از جنبه‌های مختلف نگاه می‌کنه و به سوالای مربوطه جواب میده. سایت تازه است، بنابراین هنوز خیلی وسیع نیست، ولی همین الان هم توش چیزای جالبی برای خوندن هست. از همین حالا یه اپلیکیشن هم برای آیفون ساختن. امیدوارم بقیه گوشی‌ها هم به زودی بهش ملحق بشن. ایده ساده و خوبیه و به خوبی هم به اجرا گذاشته شده. برای همین به نظرم میتونه موفق باشه. اما اینکه آیا اینترنت به یه آرشیو اطلاعاتی دیگه هم که به صورت همگانی نوشته میشه نیاز داره یا نه، دیگه یه بحث جداست. اگه دهه 50 و 60 باشید، باید این صدا رو از صبحای قبل از مدرسه یادتون باشه. امروز دوشنبه 11 خرداد ماه سال 1371. بله، برنامه رادیویی تقویم تاریخ. حالا یه سایت با همین مضمون تشکیل شده و مهمترین رویدادهای ایران و جهان رو در طول تاریخ در هر روز بررسی میکنه، به اسم iranianhistoryonthisdate.com. میدونم اسمش یکم طولانیه. مقاله ها به فارسی، انگلیسی و سیریلیک در دسترس هستن. سایت خیلی با محتواییه و اگه به تاریخ علاقه‌مند باشید باید براتون جالب باشه. حالا بعد از خوندن این همه نوشته سنگین و جدی، اگه میخواین هم سرتون گرم بشه هم خودتون رو به چالش بگیرید، بازی کات دروپ رو امتحان کنید.
ایدهش خیلی ساده است. باید تنابا رو پاره کنید تا آب نباتا برن تو دهن قورباغه. ولی گول سادگیشو نخورید، چون از مرحله های اول که رد بشید دیگه اونقدرام که به نظر میرسه راحت نیست. اپلیکیشنش برای آیفون و اندروید موجوده، ولی اگر کاربر این دو نیستید نگران نباشید، چون میتونید توی سایت cat-drop.ie بازیش کنید. اینم از برنامه این هفته. میتونید تکرارش رو توی این نشونی ببینید، bbcpersian.com/click. از همونجا میتونید نظراتتون رو برامون ارسال کنید، یا اینکه میتونید وبسایت یا اگه اپلیکیشنی سراغ دارید بهمون معرفی کنید. اگر هم بخواید میتونید ایمیل بفرستید با آدرس persianclick@bbc.co.uk، یا اینکه به سادگی توییت کنید با یک @persianclick تا به دستمون برسه. میتونید تو صفحه ما در facebook.com/persianclick هم برید، اونجا رو حتما لایک کنید و نظرتون رو برامون بفرستید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.